نام خدا و سلام بر شما. به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. وزیر امور خارجه آمریکا با صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر درباره افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه قطر در خبرنامه گفته است که در این تماس تلفنی روابط دو جانبه بین دوحه و واشنگتن و آخرین تحولات افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است که آقای بلینکن در این گفتگو بر ادامه کمک‌های قطر به افغانستان تاکید کرده است. همزمان نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان با انتقاد از غرب نشست هفته گذشته بر رهبری سازمان ملل در قطر را به دلیل موضع‌گیری‌های غرب بی‌نتیجه توصیف کرده است. در تحول امشب در همین رابطه بیشتر بحث می‌کنم، اما در نخست با گزارش در همین مورد توجه کنید. روایت ها و دیدگاه های متناقض اشتراک کنندگان نشست دوحه برای افغانستان. هرچند برخی از اشتراک کنندگان نشست دوحه را که هفته گذشته بر رهبری سرمنشی سازمان ملل در قطر برگزار شد پر دستاورد می دارند، اما برخی آن را ناکام و بی نتیجه توصیف می کنند. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان این نشست را به دلیل موضع‌گیری های غرب در قبال افغانستان ناکام و بی نتیجه توصیف می کند. گوترش تلاش کرد تا موضع‌گیری‌های غرب با کشورهای منطقه را متحد کند، اما نتوانست. روسیه، چین، ایران، پاکستان، کشورهای آسیای مرکزی و هند معتقدند که اولویت باید ایجاد رهبری فراگیر در افغانستان باشد و ایجاد چنین ساختار رهبری منجر به حل مسائل بسیار مهم دیگر مانند حقوق زنان در افغانستان می شود، در حالی که غرب عرابه را جلوتر از اسب می‌گذارند و معتقدند که طالبان ابتدا باید مسائل حقوقی را حل کند. این یک رویکرد قابل اجرا نیست. به گفته این دیپلمات روسی، سرمنشی سازمان ملل به همین دلیل پیشنهاد کرده است که در آینده مجدداً نشست دیگری برای افغانستان برگزار شود تا مگر یک رویکرد مشترک در نتیجه این نشست در قبال افغانستان حاصل شود. غرب سخت تلاش میکرد که طور سر مسائل تمرکز بر مسائل حقوقی میکردن که هنوز هم تاکید میکردن که موافقت نامه دوحه توسط طالبان نقض شده و اینا قابل مجازات است، چون نقض شده یا نقض کردن ما نقض نکردیم، از خود دفاع میکردن اونا در رابطه با مسائل حقوقی. اما کشورهای منطقه و همسایه به شمول روسیه، اونا در راستای تشکیل حکومت اما شمول معنادار طور دیدگاه داشتن. همزمان وزیر خارجه قطر دو روز پس از سفر به افغانستان و دیدار با مقام های ارشد امارت اسلامی با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا صحبت تلفنی انجام داده است. در این صحبت تلفنی در مورد انکشافات اخیر در افغانستان نیز صحبت شده است. بلینکن از همکاری و روابط قطر با افغانستان قدردانی کرده و خواهان تقویت این همکاری ها برای ایجاد یک افغانستان مرفه و صلح‌آمیز شده است. من فکر میکنم که پیام واضح هم آمریکایی ها و هم کشورهای دیگر شریک در نشست ها به اطلاع گروه طالبان رسیده، به اطلاع رهبریشان رسیده و دنیا منتظر پاسخ هست تا به شکل جدی در قبال افغانستان و تعامل دنیا با افغانستان یک تصمیم واحد گرفته بشه. پیش از این نماینده ویژه اتحاد اروپا برای افغانستان در گفتگوی ویژه با آریانا نیوز نشست دو روزه دوحه را پردستاورد خواند و تاکید کرده بود که جامعه جهانی در این نشست به یک تفاهم بهتر و یک دیدگاه و تفاهم مشترک در مورد وضعیت افغانستان دست پیدا کردند، اما او گفت که گفتگوها باید ادامه پیدا کنند تا اعتماد از دست رفته به میان بیاید. باز هم خوش آمدید مهمانان من در این برنامه. هر یک آقای سید ذکرالله هاشمی تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو، آقای سنگر امیرزاده رئیس گروه تماس برای صلح همچنان در استودیو و آقای سمیه پویا عضو ارشد انستیتوت شرق شناسی آکادمی علوم روسیه از طریق خط اسکایپ از مسکو با ما وصل هستند. مهمانان عزیز و بس خوش آمدید میگم. امیرزاده سید، اجازه بدین در نخست بحث با شما آغاز بکنم. یک نشست بین مقام های قطری و مقام های حکومت در قندهار صورت گرفت که حداقل صحبت ها در رابطه به این نشست زیاد بود و حواشی داشت. نشست را چگونه بررسی میکنین؟ آیا قطری ها خودشان خواستن که دیدار را انجام بدن و ای که همزمان پس از دیدار مستقیما با آمریکا در رابطه به این نشست صحبت میشه؟ این نشست میتونه به فرمایش آمریکا بوده باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب هاشمی صاحب و جناب پویا صاحب و همه بینندگان عزیز. من فکر میکنم که قطر در گذشته هم با امارات اسلامی وقت تماس خوب داشتن و از در طول سالان متمادی اعضای ارشد
سیاسی امارات در اونجا حضور داشت. به شکل اینا یک هم رابطه دوستانه دارن و هم رابطه های کاری، ممکن رابطه های پنهانی و استخباراتی هم در میان باشه، به دلیلی که خصوصیات حکومت هاست که بیشتر در موضوعات خارجی سازمان های استخباراتی بیشتر عمل میکنن و در این سفر هم رئیس استخبارات قطر هم حضور داشت، همراه صدر اعظم کشور قطر. قبل از این سفر یک نشست در دوحه برگزار شد تحت ریاست سرمنشی سازمان ملل و حتما اونجا صحبت هایی بود و صحبت ها را به یک شکل از اشکال بر رهبری امارت رساندن. اما ببینید در امارت یک حکومتداری متفاوت داره و که بعضی اوقات آدم در بعضی تحلیل ها و اطلاعات درست نمیرسه و اطلاعات به این مانا که فرض برای بگیرین وقتی که صدر اعظم قطر اگر یک حکومت دیگی می بود به اساس امی روز اگر ببینیم کشورهای مختلف وقتی که دو مقام ارشد به کشور سفر میکنن با در آخر یک نشست خبری می داشته باشن بل. و مطبوعات آزاد از اونا سوال میکنه باز بیشتر بعض موارد برجسته میشه، آدم میفهمه که دستاورد سفرها چی است و بر اساس چی صورت گرفته و حکومت ها چی حرف دارن. به هر صورت این کار نشد، ولی سخنگوی امارت مجاهد صاحب فقط توییت کردن و اعلامیه که وزارت خارجه قطر داشتن و امارت اسلامی. به هر صورت در مجموع به این ترتیب قطعا ما فکر میکنیم که مشوره های در رابطه با خواص دنیا، خواص کشورهای منطقه و رهبری امارات اصلا این مسئله یک قابل بحث بودم. در حاشیش بحث های اقتصادی بوده و بحث های موارد دیگه ایم بوده که موضوعات و کمک های بشری بوده. امروز سوال اساسی است که چی چیز پای رئیس استخبارات و صدر اعظم قطر را به قندهار میکشونه؟ ما برداشت خود در رابطه به این دو بود داره. یک بود امنیتی است که استخبارات حتما موضوعات سازمان های تروریستی و تشویش های کشورهای منطقه که هر کدامش اعتراض دارن که ممکن در افغانستان دشمنانشان پنهان شده باشه و چون از اینکه قطر بیشتر دوست از با امارات ایرا به اختیار اینا قرار داده باشه که صحبت داشته باشن یک مسئله بود. دیگه بود بیشتر سیاسی و دیپلماتیک است که قطریا را زیر فشار هستند، زیر فشار کشورهایی که مطرح هستند در منطقه و کشورهای دنیا و غرب که خیر شما چون بر بعضی موارد شما تضمین کرده بودین، شما رابطه خوب دارین و امی مواردی که انجام میشه شما برین امراشان گپ بزنین بالاخره که به امارات به چه نتیجه میرسیم. یک پروسی دیگه هم در حال آغاز شدن است که ممکن دفتر قطر یا کسایی که در قطر حضور دارن یک احتمال میره که اگر قطر نتونه بعض موارد خود و وظایف خود به شکل درست انجام بده یا نتونه تاثیرگذاری داشته باشه ممکن یکی از کشورهای دیگه یک بدیل شوه که بازو جایی صحبت های ادامه پیدا کنه. این مسئله را در روزهای خیر کم کم روی نشست های بیملی کمی داختر شده، البته بیرون نشده به یک شکل به کدام کسی اعلامی رسمی نداده، اما این حرف ها شنیده میشه در بعضی از مقالات و بعضی از تینک تنگ ها. به هر صورت در مجموع من فکر میکنم که قطر به دنیا یک شکل نشان میده که ما بالای امارات تاثیرگذاری داریم و ما ایره به ترتیب نمیبینم که قطری ها به اون اندازه باشه که بیت با امارات هر حرفی که بزنن اینا قبول بکن. امارات خودش و این درست هم نیست که امارات بیت از دریچه قطر وارد شوه. او برادر طرح دنیا برات معلوم است، کشورهای منطقه برات معلوم است، اگر قصد داره که با دنیا زندگی کنه خب برو امراشان گپ بزن. بله. اگر نداری دیگه خب باز بس علایده است دیگه، نه به قطر میشه و نه به غیر قطر میشه، بالاخره نتیجه می است. در کل ما فکر میکنم که بحث قطر امی موارد خود بود و موارد که ادامه این نشست حتما است، به دلیل که نشست یک پلتفرم ایجاد شد و این پلتفرم ادامه پیدا میکنه، ممکن به جلسات بعدی هم آمادگی لازم گرفته شد. بسیار تشکر هاشمی صاحب، شما را به بحث خوش آمدید میگم. در جریان بحث هم اشاره به این شد که قطر از جمله کشورهایی است که سالهای دور روابط نزدیک با اعضای ارشد امارات اسلامی داشته.
حالا سوالی است که چرا به دیدگاه شما کشور قطر در اعلامیه‌ای که پس از سفر به قندهار پخش کردند از دولت افغانستان به عنوان جمهوری اسلامی افغانستان یاد کردند؟ الحمدلله وحده و الصلاة والسلام علی من لا نبی بعده. اما بعد احمدی صاحب، برای شما، برای میرزاده صاحب، پویا صاحب و بینندگانتان سلام های خود را تقدیم می‌دارم. ایتور است برادر محترم، ما وضعیت یا ملاقات های سیاسی را که تحلیل میکنیم تا وضعیت دنیا را، وضعیت منطقه را، دولت های منطقوی را بررسی نکنیم، ای را نمیتونیم که ای را تحلیل بکنیم، خواستن که او جای اعلان هم نشده که سبب چی بود یا با چی خاطر است. به نظر ما در شرق میانه، ما خود ما که میبینیم امریکا زیاد کوشش میکنه، در کشمکش است. امریکا و غرب یک طرف است، روس و چین دیگه طرف است. در این وقت ایران و ترکیه هم اینجا کشمکش داره، هندوستان هم کشمکش داره که برای خود به نظر ما از میراث امریکا زیاد استفاده بکنن. لحاظا به نظر ما قطر در محیطی که وجود داره خود را زیر تهدید میپنداره و دارم. اینا را ما شاهد بودیم که از 2017 تقریبا تا 2020 در زیر حصار مثلا 4 دولت عربی بود که در ضمنش بعضی دیگر دولت ها هم در کنار از اونا آمده بودند که سر قطر یک کلان ایچی را برای 3 سال اعمال کردند. دیگه به نظر ما ایجا در دنیا والی یک تحالفات جدید به وجود می آید. محور زیاد که صحبت میشه سرش ای است که قطر و ترکیه با هم، با بعضی دیگر کشورهای با هم ایچی دارن کوشش میکنن که یک رابطه در دنیای جدید ما بین خود یک تحالفات پیدا بکنن. افغانستان را در ضمن شاید اینا همی تو یک فکر کرده باشه که اگر بشه که افغانستان هم در ضمن ساختارهای بین‌المللی که وجود داره به یک نوع اونا باید با اونا همکار باشن یا با اونا کار بکنن. حالا آمدیم چرا نام چی را میگیره، نام جمهوری اسلامی را میگیره و چرا بلینکن زنگ میزنه؟ این طور است که همی دولت های دنیا به دو تقسیم است. این ثابت گپ است. مثلا ما بین شرق و غرب تقسیم شده. دولت قطر ضمن همزو دولت ها است که در ضمن حاشیه غرب است یا در ضمن همو دولت هایی است که از متحالفین غرب به پندار میره. لحاظا در حدود از اونا کار میکنه. دیگه به نظر ما این ثابت ساخته که اینا کدام کاری که میکنن در ضمنش کارهایی که غرب در استوار سیاست دنیا دارن میخواین که از اونا مطمئن باشن که اینا برشان میگه که ما این طور گپ زدیم یا این طور گفتیم یا او طور کردیم. یکی دوم، جمهوری اسلامی از این خاطر نامش میگیره که چون که در دنیا رسمیت شناختن افغانستان غرب و امریکا زیر تاثیر خود گذاشتن. درست. در آن وقتی که صحبت های دوحه میشد خلیلزاد زیاد کمپین کرد و زیاد دهی کوشش کرد که هیچ کسی نتانه بجز آن وقتی که یک پکیج بین المللی گرفته شد و حکومت امارت اسلامی افغانستان یا حکومت جدید افغانستان برای اسمت شناخته شد. بارها حداقل مقامات افغان به دوحه رفتن، از جانب این کشور اعلامیه های پخش شد در رابطه به این دیدارها، اما همواره از ادبیات متفاوت استفاده شد، گفتن که حکومت سرپرست افغانستان. حالا وقتی که یک چیز متفاوت گفته میشه، آیا نماینگر از این است که برنامه های تازه یا خبرهای تازه در راه است؟ نه، به نظر ما این چیزا نیست. مثل که ما از سمیر کابلوف در این روزا گفته که مثلا غرب اون نتیجه گیری که از مجلس دوحه به دست می آمد ایر غرب با هم زد، مثلا خراب کرد، نگذاشت که مثلا دولت های دنیا با هم به یک رقم، به یک قسم کنار بیان که امارت اسلامی افغانستان به رسمیت بشناسن، یک نتایج در دست داشته باشن. سببش موضع‌گیری غرب و امریکا است. ایر خود زمیر کابلوف گفت، ایر بارها ما در برنامه ها گفتیم که حقیقت ای طور است که امریکا و غرب چون که در افغانستان شکست خورده، مردم خود اطمینان داده نمیتونه، قناعت داده نمیتونه که چه میلیاردها دلارشان مصرف شد، هزارها مردمشان کشته شد، افغانستان از زیر اشغال برای 20 سال گرفتن، مفسدترین حکومتی چه داشتن، جواب ایره برای ملت خود نداره و کلی دولت های غرب حال در راستای انتخابات است. بله. لحاظا اینا همشون به نظر من، حتی قطر هم شاید بر ضمن یمزی پافشاری کنه که باید امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته شود. به نظر من ای که این حلقه امریکا در شاید در نزدیکا انشاءالله که شکست بخوره. سپاسگزارم. ادامه یه برنامه پس از وقفه. ادامه یه بحث، بازم خوش آمدین. پویا صاحب، شما رو به بحث خوش آمدید میگم. آیا نشست دوحه به رهبری سرمنشی سازمان ملل یک نشست بی‌نتیجه بود؟
سلام با شما احمدی صاحب، امیرزاده صاحب و هاشمی صاحب گرامی و بینندگان برنامه شما. طبعا نشست دوحه و مثل سایر نشست هایی که در اونجا افغان ها خودشان سم مستقیم نداشته باشند و مدیریت نشست ها رو نداشته باشند مفید نیست. ما امواره تاکید کردیم که هیچ پرابلم افغان ها بدون از افغان ها نباید حل شود، راه حل هم نداره. متاسفانه که کشورها امروز کوشش میکنند که معضله بسیار بغرنج کنونی که دامنگیر ملت ما شده، اونا میخواهند گریه هایش با خودشان باز بکنند و گوی افغان ها نه سهم دارند و نه صلاحیت دارند. به او خاطر ما قبلا هم گفته بودم، پیش از نشست دوحه گفته بودم و حالا بر شما ابراز میکنم که هیچ نشست نمیتانه بدون مدیریت افغان ها نتیجه بده، چنانچه هم شد. بله. حالا سوالی از پویا صاحب که آیا دو قدرت بزرگ جهانی که روسیه و امریکا باشه بر سر مسئله افغانستان وارد یک رقابت تازه‌ای شدن، به خاطر که یک طرف که امریکایی ها باشن پس از نشست دوحه نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان نشست پردستاورد خوان، اما حالا که یک هفته تقریبا از این نشست گذشته روسیه میگه که یک نشست بی نتیجه بود. ببینین اگر کم بیشتر از به این مسئله مراجعه بکنیم، ما شما یک فرمات به نام ترویکا داشتیم، بعدا به ترویکا مثبت تبدیل شد. خلیلزاد با آقای کابولوف در یک تعامل بسیار نزدیک قرار گرفته بودند، بسیار از هم دیگر خوشی داشتن و حتی تعریف میکردن و خوشبینی هایی داشتن که گویا ما میتونیم که در تعامل با هم مسئله بحران افغانستان حل بکنیم. بعدا شما میفهمید با تحولاتی که در اوکراین آمد این مناسبات تغییر کرد، نه ترویک است و نه ترویک پلوسه، بلکه یک تقابل بین امریکا و روسیه در مجموع ایجاد شده و این تقابل نمیتوند به تاثیر باشه در سیاست هر دو کشور در قبال افغانستان. به او خاطر متاسفانه که این به نفع افغانها نیست، چون این تقابل به نفع افغانها نیست. اما من فکر میکنم که افغانها باید مناسبات مستقیم با کشورهای منطقه ایجاد بکنن، زمینه ها بسیار مساعد وجود داره تا تامین مناسبات صورت بگیره، در صورتی که امو پرابلم ها و معضلات داخلی خود کشور ما رو ما بتانیم به شکل درستش مدیریت کنیم و حل بکنیم. بله. هدف پویا صاحب، تاثیرات احتمالی همین رقابت ها برای افغانستان در صحنه عمل چی میتونه باشه؟ تاثیراتش طبعا مثبت نیست به مو شکل که امروز ادامه داره، این تاثیرات ادامه داره. معضله افغانستان یک معضله باقی میمانه برای کشورها تا وقت باقی میمانه که ما خود ما پرابلم های خود حل نکنیم. ما پرابلم های داخل کشور خود حل میکنیم، بعدا ما فکر میکنیم که ما میتونیم در تعامل با کشورهای منطقه قرار بگیریم. همه زمینه ها وجود داره که ما بتانیم که معضلات افغانستان با کشورهای منطقه چین، روسیه، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی بسیار خوب به شکل خوب در یک تعامل قرار بگیریم و معضلات کشور خود را از لحاظ اقتصادی، سیاسی و تجاری حل بکنیم. سپاسگزارم. امیرزاده صاحب، تناقض دیدگاه دنیا در رابطه با افغانستان میتونه که باعث بی‌برنامگی جهان در قبال افغانستان شود؟ احمدی صاحب، چند مسئله را اگر اجازه بدین، یک مسئله ای که از دید ما نشست دوحه که تحت ریاست سرمنشی سازمان ملل انجام شد زیاد یک نشست بی نتیجه هم نیست. ما یک پلتفرم املی را ایجاد کردیم که هم در او کشورهای منطقه و همسایه های ما حضور داره و هم دیگه دنیا و دیگه قدرت های بزرگ اقتصادی و سیاسی دنیا در اوج هستند و هماهنگی اینا مستقیم تاثیر داره سر وضعیت افغان ها و سر مردم افغانستان و کشور ما. بحث دیگه که بسیار مهم است، ببینید روس ها یک تجاوز اشکار بالای یک کشور مستقل آغاز کردن، این تجاوز بالای کشور ما هم کرده بودن.
ما سر قسمت تجاوز بحث دارم. یعنی یک کشور است، شما آمدین بالاش ظلم میکنین، قوتای نظامی را پیاده کردین. ما از این متاثر شدیم، ما از این ضربه دیدیم، چون ما توجه جامعه بین‌المللی را از دست دادیم. بر ما تاوانش رسیده. خود به حیث یک کشور متجاوز که همسایه دور ما هم هستی و در کشورهای منطقه بدون تو ما کدام کاری هم کرده نمیتونیم، هر خود بیا قدم بگذار که بر کشور ما چی انجام میدی. حال ببینید ما چند مسئله را خدمت عرض کنم. روسیه، چین، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی و هند، بجز از ایران و همی پاکستان، بر ما همی کشورها کدامش ویزا میده؟ ما را حتی مریض ما را اجازه میده که مثلا ما بریم به تاجکستان، بریم به ازبکستان، بریم به چین بریم؟ اینا خو کشورایی هستند که ما را در یک چی قرار دادن. اما غربی ها خود اقل با وجود که یک عالم انتقاد بالاشان داریم ما را به یک حالت رساندن، اما حد اقل تعداد زیاد جوانا که مجبور شدن به کشورهای غربی رفتن امروز کار میکنن و صدها خانواده، هزارها خانواده دمی کابل از دست منو تغذیه میشه. هدف دیگه است که خیر شما بفرماین دمی طول تحول بعد از 15 اگست شما بر ما چی کار کردین؟ امی کمکی که روسیه بر ما انجام داد چی بوده؟ فقط آمده که مناسبات امنیتی خود قد ما مطرح کردن. بس ببین اجازه بودن که باید نه بس چرا مجبور نیستن؟ وقتی که می سرمت تصمیم میگیری خب باز بیاد اگه کلانکاری در دنیا داری خود تا موضوع شورای امنیت سازمان ملل است بیاد تصمیم بگی. میگه که ما تفاوت دیدگاه داریم. ببین اینجا بحث رسمیت نیست. ما باید زیاد خوشحال نباشیم، باید راه را باز کنیم به خاطر این مسئله. ما باید مشکلات حل بکنیم. دو سال همی گفته روان هستیم، گپ تکراری در این مصاحبه داشته باشیم، هم سخنگوی هم امارت گپ میزنه و هم کسایی که در امارت نیستن که کما کوری منتقد هستن. ما بحث خود میکنیم که برادر خود حکومت داری، هر چی که نامش گذاشتی خب بیا خیر اگر را بر ما پیدا کردی مردم که ما از شرمی همی حالت نجات پیدا کنیم. ببینید روسیه میگه که ما میگیم حکومت فراگیر. خب برادر خر بیا خودت یک در باز کو با افغان ها یک چیزی را تشکیل بده که حداقل خودت خو میتونی خیر یک رسمیت دمی شکل بدی. اما چیزی که خود داری بیا خیر گپ بزن که طالب گپ تا قبول میکنه، گپ هند قبول میکنه، گپ پاکستان قبول. خب بیا خیر خود پیش قدم شونی، چرا نمیشی؟ تمام کمک چین از لحاظ بشری بر شما باید محاسبه کنید که قابل مقایسه با غربی ها است. در رابطه با افغانستان وقتی صحبت میکنیم امیرزاده صاحب، توقع داشتن و خواست ها از کشورهای بیرونی و قدرت های منطقه‌ای حداقل چقدر درست است وقتی که ما نتونیم از داخل تغییر ایجاد کنیم؟ خب ببینید من بحث مناسبات خارجی رو گفتم. تا وقتی که اینا از ما میخواین نه، خب شما هم اقدام بکنین، بین کنفرانس های بین در امور افغانستان باید شکل بتین، مردم ما را کمک بکنین که ما حداقل ببینیم خود تمام دروازه خود در مورد در رابطه با جوانای افغانستان، در رابطه با مردم افغانستان، تمام چیزایی که بود بند کردی. هدف دیگه است که امی خودت تا چطور ما بالات اعتماد کنم؟ ما بالای می کشورهای غربی هر چی که حالا سخنگوی امارات میگه، اگه غرب پرست میگن هر چی که نامش میمونین، اما با وجودی که یک عالم انتقاد بالاشون داریم با مراتب شما که خوبتر هستن، اما این به این معنی نیست که ما با کشورهای منطقه دشمنی کنیم. دشمنی به خیر نیست. ما باید رابطه های خود خوب با اینا داشته باشیم. هیچ نوع تهدید از کشورها بالا کشورهای همسایه و منطقه باید ایجاد نشه. ببینید ما توقع داریم وقتی که یک کشورهای بزرگ در مورد ما تصمیم میگیره، یک بحثی است و و و و ما از تصمیم میزنیم متاثر هستیم و هم باید گله داشته باشیم. میگم بحثی که ما که بین خود جور نبیم، ما که یکی دیگه خود اتهام وارد کنیم، جاسوس خطاب کنیم، بگویم فراری خطاب کنیم، تروریست خطاب کنیم، جاهل خطاب کنیم و از این قبیل گپا، یک باب گفتگوی افغانی را ایجاد نکنیم و از این ترس داشته باشیم که برادر کی باید این کار بکنه؟ طالب باید این کار بکنه به حیث حکومت؟ چرا نمیکنه؟ بحث است که شما در تاریخ افغانستان یک حرف تکراری است، چون ما در طول دو سال بجز تکرار دیگه ما چون امارت باید چند قدم بگذاره که باز ما گپای نو بزنیم. ببینید در تاریخ معاصر افغانستان هاشمی صاحب از ما که بزرگ هستن و قدرمند، پویا صاحب اینا از ما که بزرگتر هستن و مطالعات بیشتر دارن، شما تاریخ معاصر بعد از امیر عبدالرحمن خان به شمول امیر عبدالرحمن خان تمام نسخه ها سرما خارجی بودن، استثناءات در بینش بودن، اما الله خان یک اسطور است. اما بر ما یا روسا تصمیم گرفتن، یا امریکا تصمیم گرفتن، یا کشورهای منطقه تصمیم گرفتن، یا انگلیس ها تصمیم گرفتن. بحث ما ایست که ما افغان ها تا اونوز نفهمیدیم که حداقل خود ما یک بار بین خود بشینیم یک نتیجه بگیریم. حداقل کدام روز ما که در جنگ تولد شدیم، سیما بودم، پدرم
به شهادت رسید و ما دمی جنگ دارم پیر شدم و بالاخره نتیجه شما بزرگا بر ما هر کدام کامدین تحمیل کردین، هر کدامتون که من میگم از خودت کده خوبتر بودم، انحصار کردین و اومدین کبر کردین بالای مردم افغانستان، کبر کردین، غرور کردین و هر کدامتون بیزت شدین و وقتتان تمام شد. این وقت بر هیچ کس نمیمانه. خواهش میکنم کمی تاریخ مطالعه بکنین تا که بین خودتان جور نشوین. با وجودی که ببخشین هر چه مشکل داشته باشیم از تفنگ کده گفتگو بهتر است، ولو که گپ مثلا یک تا بدن بخوره اما از تفنگ کده بسیار خوب است. ما باید گپ بزنیم. ما چرا از گپ ترس داریم؟ گپ زدن باعث زینه میشه که ما چوکی خود دست بتیم. تشکر امیرزاد صاحب. ادامه این بحث پس از وقفه. ادامه یه برنامه بازم خوش آمدین. هاشمی صاحب، قوی حاکمه در افغانستان، حکومت موجود به عنوان مسئول درجه یک وضعیت چقدر تانسته درست با وظیفه عمل کنه؟ احمدی صاحب محترم، یک چیز را باید خاطر نشان کنیم، یا مثل که آقای امیرزاده صاحب گفت که تاریخ بیاریم. 1924 به بعد عالم اسلامی زیر پیکر شرق و غرب افتیده. دولت‌های عالم اسلامی اکثریتشان هیچ کدام از اونا، چون که زیر تأثیرات منفی IMF و غیره ایچیا هستن، سیاست‌های غرب و شرق هستن، هیچ وقت برای خود تصمیم گیری نداشتن. مثلا حال یگانه افغانستان است که از این پیکر بیرون آمده به زیاد امکانات کم. ولی مثلا پاکستان نزدیک بی بی عمران خان بر پاکستان زیاد خوب کار میکرد. خویر امریکا نا انقلاب کرد سرش. دیروز گرفته بود مردم کلگی تقریبا لاهور نصف شدر دادن. مانایشی است که در مابین مردم پاکستان هم محبوبیت داشت، برای خود پاکستان هم کار میکرد، خود دور خود امریکا چپا کرد. مثلا در مصر مرسی برد، کی چپا کرد؟ اینمی امریکا چپا کرد. یعنی مقصد من این است که این یک علت مرض عالم اسلامی است که بعد از سقوط خلافت عثمانی سر کلگی عالم اسلامی تسلط خود را یافته. حالا آمدیم به تحرکات یا کار حکومت فعلی که در طی دو سال کرده، این ما باید چه رقم مقایسه بکنیم، تحلیلش چه رقم بکنیم، ارزیابیش باید چه رقم بکنیم، این رقم بکنیم که این حکومت فعلی چی دستش بوده و چی به دست آورده. آیا امکانات از این سابقه حتی هم امکانات عادی افغانستان به دست از اینا افتاده؟ نه. آیا این خزانه زیاد داشته؟ آیا دولت هم را از اینا کمک کرده؟ چی داشتن که باز در مقابل چی کرده باشه؟ ولی مشکل ما ای است که از یک طرف ما امارت اسلامی را در بعض موارد انتقاد میکنیم، در دیگر طرف باز از پیش کلگی از اون نتایج میخواهیم که دولت مثلا دولت های افغانستان در طی 40 سال چیز نتونسته. حالی است که مثلا 20 سال ما زیر اشغال بودیم. همین که آقای امیرزاده صاحب گفت که روسیه امریکا ایچه را یک آزاد ملک اوکراین اشغال کرده، ما را همین تو اشغال ساخته بود، حکومت اشغال جا ساخته بود، امکانات پولی داشت، امکانات هر چیز داشتن، خو هیچ کاری نکردن بر افغانستان. حالی اگر تحلیل صحیح منصفانه بکنیم، نظر به امکاناتی که در زیر دست امارت اسلامی افغانستان بوده بهترین کار کرده. بله. اگر در مقایسه اقتصاد بندازی، اگر در امنیت بندازی، در رابطه با امکانات صحبت کنیم، قسمت از صحبت‌های آقای امیرزاده مربوط به همین سوال میشد که حالا باز کردن یک باب گفتگوهای بین الافغانی به خاطر اتحاد بین افغان‌ها به چه امکانات ضرورت داره؟ گوش کن، خویی جوال گپ دیگه چیز است. گپ دی است که حال ما مشکل عمده نه تنها در افغانستان، نه تنها در افغانستان، با کمال تأسف که در تمام عالم اسلامی هم اینطور یک حال است. مشکل عالم اسلامی است که فردی است، موضوع را فردی میگیره، فردی ایمان داره. مثال گپ، ما در افغانستان احزاب داشتیم، چپ و راست و اسلامگرا و نمیفهمی احزاب دیگه کار میکرد، صحیح است؟ اینا کلگشون یک اهداف داشت برای خود، صحیح است؟ مثلا احزاب اسلامی به صورت عمومی هدف داشتن که باید افغانستان یک حکومت شرعی داشته باشه، یک حکومت اسلامی باشه، یک نظام خوب باشه، یک امن و امنیت باشه. حالی که در جای شده عمو احزاب علیه از این اقدام میکنه. مثال میگم برات، موضوع پس چی است؟ موضوعی طور است که در افغانستان نه تنها در کلگی عالم اسلامی که سیل کنیم، موضوع فردی است. ما چرا مطرح نیستم؟ اگر ما مطرح بودم، این نظام است، صفتش هم میکنم،
امرایش مثال گپ استاد میشم. اگر من مطرح نبودم باز غیبتش هم میکنم، انتقادم میکنم. بازی حکومت صحیح نیست. یعنی میگن که منافع شخصی باعث شده که به اتحاد به وجود نبیه؟ نه، به این شک نیست. ما شما میتونیم تحلیل بکنیم. هیچ عادی صحبت است. مثلا در طی 20 سال اخیر که ما مثلا رسانه ها را میدیدیم، یک روزی که شخصی وزیر می بود باز او از حکومت دفاع میکرد، سبا که او را از وزارت دور میکرد میبیدی در تلویزیون ها میامد به صد رد و چه میگفت. یعنی مقصدی است که در تمام ذهنیت های سیاسی مردم افغانستان اینمی فرد پرست میگی، برایش یک تا پرستش میگی، هرچی که میگی یعنی فردی، یعنی کل مثلا یک رهبر یک حزب کلگی ساختار حزب، کلگی چیزای اهداف حزب را منحصر به فایده اونمو فرد کرده که رئیسش است. خب اهداف از این حزب چی شد؟ آیا این منحصر به این فرد میشه؟ نمیشه. منحصر به ملت است. حالا من مثال برد گفتم، یعنی از این خاطر گفتم که باید چی شه و جانش شه. مثال کمونیست ها آمد در افغانستان. کمونیست ها یک شعار کمونیستی داشتن، میخواستن که بر ملت خدمت کنن به اساسی که اونا شعار داشتن. وقتی خود کمونیست ها ما بین خود یکی دیگر را میکشتن، خلق سر پرچم، پرچم سر خلق. پس اینجا مشکل عمده ای است که ما هر وقتی که تحلیل جای میکنیم واقع بنانه به این خاطر نیستیم که ما هر چیز به فرد رجوع میدیم. تشکر. من چه میگم؟ میگم در ساختار سیاسی، در کردار حکومت فعلی طی دو سال اخیر اگر انسان منصفانه باشه، بمی امکاناتی که امارت اسلامی افغانستان زیر دست خود داره و داشته، امی کار در طی 40 سال یا 45 سال اخیر در افغانستان نشده که یا کرد. سر تشکر. در اقتصاد، در مثلا در مبارزه علیه فساد، در امنیت افغانستان، در یک حکومت، ایجاد حکومت مرکزی، حتی یک چیز دیگر برات میگم بمی خاتمه میدم، یگانه دولتی بعد از 45 سال، یگانه حکومتی است که افغانستان را پس به غیر منسلک توپ برده. آل کلگی دولت ها، همین هر دولتی که ببینی ایجا بیایه در این میفهمه که امارت اسلامی افغانستان پالیسی شمی است که غیر منسلک می باشه، نه امرای شرق می باشه نه امرای غرب، با همه روابط خوب دوستانه می خواهد که داشته باشه. سپاسگزارم. پویا صاحب، حالا اگر باز هم صحبت بکنیم در رابطه با روسیه و دید قدرت ها در رابطه با افغانستان، قسمت از صحبت های وزیر خارجه روسیه را نقل قول میکنم. او میگه که روسیه، چین، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی و هند معتقد هستند که اولویت باید ایجاد رهبری فراگیر در افغانستان باشد. اما گفته که غرب دیدگاه متفاوت داره و فکر میکنه که مسائل حقوق بشری مهمتر از هر چیز دیگه است. با رجوع کردن به کدام کارشیوه از این دو مورد که وزیر خارجه روسیه به او اشاره میکنه، میتونه که درب گفتگو، سازش و تعامل بین کابل و دنیا باز بسازه؟ ببینیم، در یک نقطه با دوستای خود بیخی موافق هستم، کاملا موافق هستم که امروز فضا بسیار مساعد است، فضا بر افغان ها بسیار مساعد است که یک حکومت را تشکیل بدن که مطابق به خواسته های ملت باشه. این زمینه را طالبان مساعد کردن. ما امروز استقلال سیاسی داریم، ما امروز یک جغرافیای عاری از جنگ داریم. واقعا چیزهایی که آقای هاشمی گفتن من کارشان موافق هستم و امیرزاده صاحب گفتن که بحث کردن که باید ما خود سرنوشت ملت خود را به دست خود بگیریم. یکی با ما کیها چی نقصه های میتن، چی غرب چی شرق، ما همیشه مخالفش بودیم. من منعیس یک افغان همیشه موافق به این هستم که ما افغان ها خود ما همه ظرفیت ها را داریم، همه امکانات ها داریم که بدون علایق و نسخه های خارجی عمل بکنیم و یک حکومت به اساس منافع ملت خود، به اساس ضرورت های سیاسی داخلی خود، به اساس ضرورت هایی که وجود داره در افغانستان ایجاد بکنیم. اما در درست است که ما به خاطر تعامل با کشورهای جهان و منطقه نیاز داریم با نشست با اینا، اما به هر هیچ چیز قابل پذیرش بر افغان ها نباید باشه در جایی که بدون افغان ها میخواین که مسئله افغانستان حل بکنن. به او خاطر من همیشه هر نشستی که در هر جایی که بوده، هر به حساب اعلامیه که از طرف هر کسی، چی وزیر خارجه روسیه بوده یا امریکا بوده یا قطر بوده یا هر کسی بوده،
ما همیشه به اون وقت نگذاشتیم. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه این نشستا بدون افغانها و بدون مدیریت افغانها است. این منعیس یک اصل اگر بپذیریم در سیاست داخلی خود و چنین عمل بکنیم، ما میتونیم که در قدم اول این پرابلم هایی که در داخل کشور خود داریم درست. و این زمینه ها را ما مساعد داریم که پرابلم های خود ما حل بکنیم. بعدا ما میتونیم که برای کشورها هیچ سوال باقی نمیمانه. اگر ما پرابلم های خود ما حل بکنیم با کشورها، چی غرب چی شرق، هیچ سوال باقی نمیمانه که ما بتونیم که در تعامل با اونا قرار بگیریم و یا مشروعیت نظام خود را پیشکش بکنیم، در صورتی که مشروعیت ما در داخل کشور خود به دست خود کمایی بکنیم. بله، بازم میخواییم که دیدگاهتان را در رابطه با نسخه های روسیه داشته باشم که پیشنهاد کردن. اونا گفتن که ما فکر میکنیم که رای حل بحران افغانستانی است که اول باید دولت فراگیر در کشور ساخته شود، اما غرب فکر میکنه که موضوعات حقوقی اولویت داره. کدام این نسخه ها راهگشای بحران فعلی است؟ ببینه، بر ما افغان ها هر دو اولویت داره. ما افغان ها وقتی که اگر بسنجیم این خواهشاتی که گویا اینا نسخه هایی که اینا بر ما ادعا میکنن که ما باید مسائل حقوقی رو مراعات کنیم، مثلا حکومت فراگیر تشکیل بدیم، این چیزی است که ما همیشه خود ما بیان میکنیم. افغان ها همیشه در این رابطه بسای ما روی همین میوار میچرخ همیشه و هیچ دوست ما رو من ندیده باشم که غیر از این چیز دیگه را بیان بکنن. کل این خواهش خود ماست و اینا که بر ما طرح میتن، بهتر است که اینا به شکل کتبی پیشنهادات خود ارائه بکنن و بیشن با حاکمیتی که در افغانستان فعلا وجود داره. این نه از این حاکمیت ناممکن است، یک نه حاکمیت است، باید با این حاکمیت بیشنن و طرحهای خود بتن. اما این طرحها منعیس اصل نباید بر افغانها قابل قبول باشه. درست است که باید به اینا گوش بتیم، ما وقت بگذاریم، بخاطر ما در تعامل با اینا ضرورت داریم، اما چیزی نیست که بالاتر از خواهشات ملت ما باشه. من چیزی در اوج نمیبینم. بله، حالا این طرحها در شرایط داده میشه که در داخل هم نسخه وجود نداره یا عملکرد ملموس و قابل توجه به خاطر حل این مشکلات دیدن نشده، وقتی که در داخل هم چیز وجود نداره، خارجی ها را هم بگویم نسخه نتن، پس چطور قرار است که این حالت، این وضعیت بحران حل شود؟ حرف دمی است که چی وقت ما اراده پیدا میکنیم، اراده عزیز پیدا میکنیم که بریم با کشور، با ملت خود در تعامل قرار بگیریم، چی وقت از ملت خود دعوت بکنیم، چی وقت از افغانهای ما که همه ظرفیت ها را همیشه گفتیم، همه ظرفیت ها وجود داره، از هر لحاظ ظرفیت ها وجود داره، بهترین سیاست مدارا داریم. من صحبت هایی که همیشه دوستان میکنن، من همیشه تعقیب میکنم، بسیار ارزشمند است، بسیار قابل شنوا است برای طالبان و در مجموع ما افغان ها داریم امکانات، ما همه چیز داریم. تشکر. ما حق داریم، ظرافت داریم، در سیاست خوب بلد هستیم. بیاین از ما دعوت کنیم بشینیم با هم، نسبت به اینکه اونا گوش بدیم به قطر چی گفت، برای ما امریکا چی گفت، روسیه با ما چی گفت. ما همه پرابلم های خود ما بهتر از همه میفهمیم. پرابلم های افغانستان بسیار واضح است بر افغان ها و یک اگر بازم میگم که یگانه چیزی که وجود داشته باید البته اونمی اینمی چیز وجود داشته باشه، ظرفیت وجود داشته باشه که باید حل شه، باید در حلش اقدامات کنیم. البته اقدامات هم صورت گرفته، دوستان میگن راستی که امنیت تامین است، تا اندازه کارهای صورت گرفته، اما ما به کارهای بزرگ اقتصادی ضرورت داریم، ما به پروژه های بسیار بزرگ اقتصادی ضرورت داریم، ما از ظرفیت های داخلی و زمینی خود باید استفاده بکنیم و این استفاده به سرمایه گذاری ضرورت داره، سرمایه گذاری به قانون گذاری ضرورت داره، سر از این کارها باید سپاسگزارم. ادامه ی برنامه پس از وقفه. ادامه یه بحث، بازم خوش آمدین امیرزاده صاحب. فرصت هم نکست میخواییم بحث رو جنبندی بکنم. حالا در نهایت شالوده از تحلیل وضعیت افغانستانی است که منافع فردی هیچ وقت اجازه نداد که ما به فکر ملیگرایی باشیم. بدبختانه ما دوباره سر حرفای میاییم، انحصار طالب امروز انحصار کرده،
دیروز دیگران انحصار کرد و در آینده ما می ادامه خواهد داشت. اگر ما نشینیم و فکر نکنیم که راه حل بنیادی برای کشور باید بسنجیم، باید داشته باشیم. امارات ها و پادشاهایی که دو بار در افغانستان آمده، سیوم بار تکرار نشده. بحث ما ایست که ما امنیت خوب داریم. فعلا به جای مختلف کشور سفر کرده میتونیم. اما یک چیز باید داشته باشین که ما من درک منطقی زندگی میکنیم که بسیار آسیب پذیر است. ما نمیتونیم بدون زمین خارجی ها یک زندگی آرام در کشور خود داشته باشیم. ما به حیث یک مسلمان فعلا اول من برادرای مسلمان خود و خواهرای مسلمان افغانستان یک دفعه ما برش غم بخورم باز با جهان اسلام برمیگردم. بله. بس می است که ما اول خود باید اصلاح کنیم. خود ما باید مردم خود از خود کنیم باز گپای دیگه بزنیم. اگر بحث دارالخلافه است که باز او بحث چی داست و ما تفاوت دیدگاه ها داریم، یک کشور ماست و ما هم حق داریم باید گپ خود داشته باشیم. اجازه بدین یک مسئله میخوانم عرض کنم که وقتی اگر ما به ملت خود آغوش باز نکنیم و اگر بحث انحصار هم میاله، ما براتون بگیم که 3-4 نفر همی مکاتب پانتونا حکومت فارغ چیزایی را زیاد را که مردم خودش میخواهی و را شما انحصار کردین، زور ما خود شما نمیکشدین، خود شما هم انحصار کردین. شما خود برا زایمای کشور هستین فعلا، شما مگر انحصار نکردین؟ خیر انحصار چی داره دیگه؟ بحث انحصار یک اینمی اناناس بین ما دیگه و توفنگ و توپک پیش هر کدام که بود میگه ما حق به جانم است. و وقتی که توفنگ ازش گرفته شد باز کسی دیگیش میگه ما حق به جانم است. او برادر ما را کلتان تباه کردین. کدامتان بر ما، اگر ما کلتان حق به جانب بودین و متوجه باشین که امارت ما آخریش نخواد بود، خب ما میگیم که بین فرصت خوب است. چرا یک فکر نکنیم که دیگه نیم ثبات ادامه پیدا کنه؟ دیگه ما شاهد انقطاع نظام ها نباشیم، اصلاح کنیم، گپ بزنیم ولی تفنگ نگیریم. اگر تو مرا مجبور بسازی تمام راه های مرا بسته کنی، خب مرا حتما یک جای کسی دیگه باز پیدا میشه. و من نمیگم چون من بخو قربانی هستم. بله. و من کسی که قربانی باشه باز او درد میفهمه که سرش چه گذشته. بس آخری که در این مسئله میخوایم خدمتتون عرض کنم، ما باید یک مسئله را بسیار متوجه باشیم که کشورهای منطقه و دنیا فعلا آجندای مداخله نظامی یا جنگ ندارن. اگر خدای نخواسته وضعیت طوری بیاید، ما هر لحظه اینمی حالت را نمیداشته باشیم. باید داشته باشین اگر کدام نیروی نظامی را حتی کشورهای منطقه کمک مورد حمایت قرار بده، ما فضای امروز نمی داشته باشیم. بیخی به اطمینان برتون میگیم، ولی ما میتونیم میره حل بکنیم اگر بخوایم. افغانایتان اگر بد هم است هاشمی سه در آغوشتان بگیرین، اگر خوبش هم اگر بدش خوب بگذار، اگر خوبش هم از شما بیرون باشه او حتما یک نفر پیدا میشه استفاده میکنه. بین این کشور ما به این نظر هستم که بس مثلا حکومت داری نیست، بین چند وقت بریم امارات بانیم که روان باشه ببینیم چی میکنه. اما بحثی است که همه کمک ها به یک شکل از اشکال بر افغانستان توسط همه غریبی ها فعلا ادامه داره، نقد و جنس و بسلا غیر نقدی. و یک مسئله که ما جنگ کسی در این منطقه یک گپ بسا خوب است، نی کشورهای منطقه و نی دنیای غرب به خاطر جنگ در این یک کسی پکه نمی کنه. بسیار مردم ها را ما اطلاعات داریم، خبر داریم، میبینیم که رفته که بیادر گفته که ما بیادر جنگ، ما میخواییم که فعلا گپ بزنیم. ما میگم این فضا که آمده ممکن سر تشکر قابل تغییر باشه. اگر قابل تغییر باشه ما شما رو به جنجال خواهد کشون. بریم که یک دفعه فکر کنیم که باید یک راه حل اساسی بسازیم. هاشمی صاحب، با انحصار آیا میشه که به شگوفایی و پویایی برسیم؟ والله گوش کن احمدی صاحب، 45 سال کمی چقدر ما می دولت ها را دیدیم، اینا هر کدام اینمزی چیزا چق زدن. خب حقیقتش این بود که دروغ میگفتن. مثلا همین 20 سال اخیر، مثلا من مثال برات میگم، همین روسیه که فراگیری را صحبت میکنه برای ما نمونه داده که این نمونه ای است که ما در روسیه تطبیق کردیم، این چی است حکومت فراگیر به این قسم جور کنه. در افغانستان وقتی که روسیه کمونیسم اینجا آمد، کمونیسم چی کرد؟ چی فراگیری جور کرد؟ غرب که از حقوق بشر گپ میزنه، آیا در طی 20 سال حقوق بشر ایجا مراعات کرد؟ بلکان نفر ایجا در بندیخانه هایشان افتاده بود، در گوانتانامو مردم بود، حقوق بشرشان اونمو بود که در میدیانشان میداد.
پس اینا کلگیشان که هستی الفاظ که استفاده میکنه صرف برای استفاده منافع ملی خود را در نظر گرفته، این را به حیث حاله فشار استفاده میکنه، دیگه کدام هیچ تأثیر هم نداره، نه در ساختارشان نه در صحبتهایشان. لحاظا هیچ وقت روسیت به نظر من میگم در سر میز مذاکره همی گپ نمیزنه. چرا؟ اگر بزنه خب من برش میگم که مر نمونه را. تو خودت چی کدی در روسیه؟ پس این گپا که هست، این مسائل ای هست، این را به اصطلاح اعلان رسانه‌ای میگه. در رسانه یک اعلان میکنه، حقیقتش ای هست که روسیه و شرق و غرب که هست اینا کلگیش زیر تسلط مالی غرب است. در دوسیه های زیاد مترابط ما بین خود در دنیا دارن. در افغانستان تا که گرین لایت غرب و امریکا نباشه هیچ کس به رسمیت افغانستان و امارات اسلامی افغانستان شناخته نمیتونه. ایره روسیه هم به قدرت خود نمیتونه، چین هم نمیتونه و نمیکنه. از خاطر که افغانستان چقدر اهمیت فعلی برش داره، لکن دیگه دوسیه های مثل تایوان که بر چین داره، مثل که مثلا موضوع اوکراین و موضوع دیگه مالای بر روسیه در افغانستان نداره. لحاظا نمیخواد که همراه امریکا در جمیع دوسیه های دنیا جنگ بکنه. این یک. دوم، آمدیم ما اگر هر وقت صحبت میکنیم که حالا ایجا فلان گپ گوش بگیره، فلان کنه، دستمان کنه، گوش کو، تا 20 سال ایجا ما حکومت به اصطلاح از اونا ایچی دموکراسی داشتیم. حکومت جون کیری در سفارت خود جور میکن. اینجا نه قانون اساسی را مراعات میکردن، نه ایجا قانون فعلی را مراعات میکردن. افغانستان در ضمن ده کشور مفسدترین دنیا، ای را ما نمیگم، این دنیا میگه، قرار داده بودن. در موضوع اقتصاد اونو تو کارا را کرده بودن، اقتصاد یک پابل به اصطلاح اکانومیک پابل جور کرده بودن، یعنی پوکانه ای چیز جور کرده بودن که خودشان رفت سراخ کرد رفت ای چیزم نبود. لحاظا به نظر من افغانستان در این مقطع زمانی برای امیتور یک حکومتی ضرورت داره که باید همه چیز کنترل شود، اقتصادش کنترل شود، فساد علیه فساد مبارزه شود، حدود جغرافیایی افغانستان کنترل شود، حکومت مرکزی قوی وجود داشته باشه تا افغانستان بتونه برای خود یک اردوی منظم بسازد، تا افغانستان بتونه برای خود هر چیز خود منظم کنه. باز اگر ما افغانا در هر چیز انتقاد میکنیم، هر نفر ایجا بیای برای خود یک نمونه داره، این تو امکان داره؟ در دیگر دولت های کار شده؟ نشده. حالا آمده مثلا امیرزاده صاحب میگه که یک ثباتی مثلا برای این ثبات کار بکنیم. من چه میگم؟ نسخه ما باز چی هست؟ من میگم که افغانا به شکل افراد باید هر کس این دردهای 45 سال در زیر نظر خود بگیره که ایجا کمونستا افغانستان زیر هر ستم گرفت، اونا رفت، این دفعه مجاهدین صاحبا که بودن به این شک نیست، احزاب ما را میگم، احزاب میگم، اگر نه الحمدلله مردم افغانستان در مقابل روسیه همینطور جهاد کردن مثل که در مقابل غرب کردن. بله. باز اونا چه کردن؟ این دفعه که بازی حکومتی به اصطلاح دموکراسی کاپیتالیسم آمد، امپریالیسم کلگی اروپا هم رایش بود، چه ظلمایی نکردن. باید ما افغانا هر فردی احساس بکنیم و کوشش بکنیم که یک ثبات قوی در افغانستان وجود بیاید. بجز از این، یعنی از این تیر که ولی من مطرح هستم یا نیستم، فلان مطرح هست یا نیست، امی فرد ایلا بکنیم تا افغانستان با یک ثبات سیاسی ممنون. با یک ثبات امنیتی، با یک ثبات اقتصادی برسه، با آن وقت فایده میکنه. اما دیم یک گپ دیگر آقای امیرزاده صاحب صحبت کرد کوتاه اگر اشاره بکنم، گوش کو، بحث ایج از دارالخلافت نیست یا از خلافت. من صرف پس منظر حالت عالم اسلامی رو دادم. آقای پویا صاحب میره خوب کلگی مردم اکادمیک خبر دارن. من صرف این پس منظر دادم که وقتی که خلافت عثمانی در ترکیه سقوط کرد، کلگی عالم اسلامی ما بین شرق و غرب این چیز تقسیم شد. لحاظ هر تصمیمشان دست شرق و غرب بوده و است. یگانه مستقل فعلا در عالم اسلامی که به شکل سیاسی استقلال داره افغانستان است. این اگر کس قبول میکنه، اگر نمیکنه او کار خودش است. بسیار تشکر، میخواستم که دیدگاه آقای پویارم داشته با شما. متاسفانه فرصت تمام است. سپاسگزارم از این که بیننده تحول امشب بودید و سپاسگزارم از مهمانانم که در این بحث با ما حضور داشتن. خدا نگهدار.